زنان و دخترانی بودند که در لباس مردانه می جنگیدند تا شناخته نشوند. روزنامه حبل المتین. در یکی از نبردهایی که بین اردوی انقلابی ستارخان با لشکریان شاه رخ داد، بین کشته شدگان انقلابیون جنازه 20 زن مشروط طلب در لباس مردانه پیدا شده است. یکی از مجاهدانی که در جنگ‌های تبریز از ناحیه پا زخمی میشه رو به انجمن حقیقت برای درمان میبرن، اما وقتی میخواستن زخمش رو درمون کنن، اون مجاهد زخمی اجازه نمیده که درمونش کنن. به ستارخان خبر میدن که چنین مشکلی هست. ستارخان از سنگرش به انجمن حقیقت میره و با اون مجاهد صحبت میکنه. بهش میگه تو نباید بمیری، ما به نیروی تو نیاز داریم، چرا راضی نمیشه زخمت رو مداوا بکنن؟ اون مجاهد به آرومی به ستار میگه من یه زنم، نذارید این راز آشکار بشه. ستار خانم پدرونه بهش میگه قزم من دیری اولا اولا سن نیت دعویا گتن، دخترم من که هنوز زندم، تو چرا به جنگ رفتی؟ نوشتن نام این زن، زن مجاهد، تلی بوده. در شهریور 1287 که اینو دوله به مردم تبریز اتمام حجت داد و تهدید کرد که اگر تا 48 ساعت تسلیم نشوند تبریز را با خاک یکسان خواهد کرد، کمیته زنان تبریز در تلگرافی وضع نابسامان تبریز و خطری که مردم را تهدید می کرد به کمیته زنان ایرانی مقیم استانبول گزارش کرده و از آنها می خواهد افکار عمومی سایر کشورهای جهان را جلب کند. تلگرام کمیته زنان ایرانی مقیم استانبول به ملکه آلمان. اولیا حضرت ملکه آگوستا ویکتوریا، قصر جدید. کمیته زنان ایرانی در قسطنطنیه به نام خواهران خود در ایران آن اولیا حضرت را فرا می‌خواند تا به نام زنان و بشریت با اعمال نفوذ خیش در دفاع از خواهران ما به پایان دادن جنایت و خونریزی وصف ناپذیر در ایران و ظلم علیه خواهران ما توسط نیروی شاه اقدام کنند. بدون شک رنج و تلاش و مبارزه زنان تبریز یک عامل مهم در پیروزی مقاومت 11 ماهه مجاهدان به رهبری ستارخان بود و همیشه رزم این زنان و عزم اونا برای پایداری به مردم و مجاهدان روحیه ایستادگی تا پای جان میداد و اینطور بود که اون جنبش، اون مقاومت کوچیک بر استبدادی که به استعمار روس هم اتکا داشت پیروز شد. در دوران مشروطه دوم، انجمنها و تشکلهای بیشتری از زنان بنیان گذاشته شد و روزنامه‌های مستقل زنان نیز تأسیس گردید. زنان پیشتاز بر این باور بودند که اولین گام ضروری برای ارتقاء وضعیت اجتماعی زنان، افزایش سطح آگاهی جامعه است.
امری که با بنیانگذاری مدارس و انجمنهای زنان شدنی بود. نخستین مدرسه دولتی که در تهران در سال 1286 گشایش یافت، دبستان دوشیزگان بود که به دست بی بی خانم وزیروف بنیاد شد. مدارس دیگری بعداً به همت زنان روشنفکر گشایش یافتند. از جمله مدرسه ترقی بنات توسط ماهرخ گوهرشناس، مدرسه ناموس به کوشش طوبا آزموده و مدارس تربیت نسوان و درة المعالی. در سال 1287 که مدرسه دخترانه ناموس به همت طوبا آزموده تأسیس شد، بسیاری از اطرافیان وی تصورش رو هم نمی‌کردند که